أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا وكان بالمؤمنين رحيما. وكان بالمؤمنين رحيما تحييتهم إنه
يا رسول الله سلام علي يا حبيب الله روحنا فداي روحنا فداي يا رسول الله سلام علي يا حبيب الله يا رسول الله سلام علي يا حبيب الله روحنا فداي روحنا فداي يا رسول الله سلام كسبي حيدر حسن مولا إمامو بيش بس هم شكي المفتودين بر أوستاني خاكي نعلين حسين اندر دو چشمم توت ياست قلعي خيبر گشاده آن شهنشاه عرب زنکی در بازوی حیدر شاه بازی لفتا صلی یا ربی على جد الحسین صلی یا ربی على جد الحسین أحمد المختار نور المشرقين صل يا ربي على جد الحسين صل يا ربي على جد الحسين
الحسين احمد المختار نور المشرق سارت برگردن از لافت از عشق حسین است و سارت برگردن است عشق بازی سر به میدان وفا افکندن است علی یا ربی علی جد الحسین احمد المختار نور المشرقين احمد المختار نور المشرقين گر هوا خواه حسینی ترک سر کن چون حسین گر هوا خواه حسینی ترک سر کن چون حسین شرط این میدان به خون خیش بازی کردن است لاله یا ربی علی جد الحسین صلی یا ربی علی جد الحسین احمد المختار نور المشرق آبا و اجداد من است شیعه و سنی ندانم دوستم با هر کی او دوست باشد دشمنم آن را که با او دشمن است صلی یا ربی علی جد الحسین صلی یا ربی احمد المختار نور المشرقين سيد عالم محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم بل نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين لا حول ولا قوت الا بالله دم بهر خدا بازدمم بسم الله خوش روزیم و حق حق کرده از اول بر روی گلم حسین ابا عبدالله با نام و یاد خدای بزرگ و با استعانت از وجود نازنین قطب عالم امکان حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواحنا لتراب مقدم الفدا بینندگان عزیز و ارجمند، هموطنان گرامی، در مقابل حرم و بارگاه ملکوتی معمار کبیر انقلاب اسلامی در 43 سالگرد دفاع مقدسمان، ارتش قهرمان، سپاه پرتوان، فرماندهی انتظامی جان برکف و پسیجیان سرفراز گرد هم جمع آمده اند تا باز فریاد بزنند. ما همان نسل جوانیم که ثابت کردیم در ره عشق جگردارتر از صد مردیم هر زمان بوی خمینی به سر افتد ما را دور سید علی خامنه ای میگردیم با افتخار با عزت و با احترام در محضر شما هستیم و استفاده میکنیم از بیانات خطیب ارجمند ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی سلام علیکم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و صحبه المنتجبین السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم هفته دفاع مقدس رو گرامی می‌داریم. در کنار مسجد نورانی امام عظیم الشأنمون و
و در کنار مزار شهدای عالی قدرمون برگزاری این مراسم با شکوه با حضور نیروهای مسلح، فرماندهان عالی، عزیزان ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی و فراجا، نیروهای عزیز بسیج و اقشار مختلف مردم عزیزمون، 31 شهریور 59 یادآور رشادت، شجاعت، ایثار، ایستادگی و مقاومت ملت بزرگ ایران است. هفته دفاع مقدس یادآور رشادت و ایستادگی نیروهای مسلح ما در مقابل دشمنان است. حقیقت آن است که این هفته و این روزها زمینه تکریم از همه نیروهای مسلح است به خاطر ایستادگی ها و مقاومت هاشون و به خاطر آنکه حضورشون امید برای ملت بزرگ ایران بود و حضورشون باعث یأس و ناامیدی دشمنان. حقیقتا دفاع مقدس جلوه های به یاد ماندنی داشت و درس های بسیار، جلوه خدا باوری بود، اخلاص و برای خدا عمل کردن، برای خدا ایستادگی کردن و سنگرها رو حفظ کردن از ویژگی های دفاع مقدس بود. ما شکوه بسیاری در دفاع مقدس دیدیم، حضور بانوان گرامی، مادران و همسرانی که بدرقه می کردن فرزندانشون رو و دلبندانشون رو به طرف جبهه های نبرد حق علیه باطل، مادرانی که با دعای خودشون بدرقه می کردن نیروهای مسلح رو، فرزندانشون رو و همسرانشون و همسرانی که همسرانشون رو بدرقه می کردن، زنانی که حقیقتا نمونه بودند و نمونه هستند. ما خدا باوری رو در نیروهایی که خستگی ناپذیر بودند برای دفاع از وطن، دفاع از دین، دفاع از انقلاب شکوهمند اسلامی و لبیک به پیام ولی و امام و مقتداشون، دفاع مقدس جلوه مردم باوری بود. حقیقتا نیروهای مسلح ما از مردمند، با مردمند و در مردم. همواره مردم دوستدار نیروهای مسلح ما هستند، عشق می‌ورزند به نیروهای مسلح. چرا؟ چون احساس می‌کنند در همه مواقع و در سختی‌ها نیروی مسلح در کنار آنهاست. سپاه در هر کوی و برزنی حاضره، ارتش در همه صحنه‌ها و سختی‌ها، در آفات طبیعی، در سیل و زلزله در کنار مردمه. نیروهای فراجا در همه عرصه‌ها حافظ امنیت مردمه، امنیت مرزهاست. احساس میکنه که همیشه بسیج در کنار اوست، با اوست و این مردم هستند که هر جا لازم هست در کنار نیروهای مسلح هند. احساس دوگانگی نمیشه.
این مردم باوری و مردم داری و با مردم بودن، این از ویژگی های نیروهای مسلح ماست و این درس رو از دفاع مقدس گرفتیم که مردم بودن که اداره کردن جبه ها رو در کنار نیروهای مسلح. نیروی مسلح بود اما مردم پشتیبان اصلی نیروها بودند در عرصه های مختلف و باز هم مردمند. از جلوه های دفاع مقدس خودباوری بود. بسیاری از تحریم ها و تهدید ها نمیگذاشت نیروی مسلح ما مجهز بشه به سلاح های پیشرفته و مورد نیاز، اما نیروی مسلح ما تصمیم گرفت با هدایت مقتدای بصیرت آفرین ما که مجهز بشه به سلاح‌های پیشرفته، صنایع نظامی و دفاعی رو بازسازی کنه و نه فقط خود رو خود کفا کنه نسبت به سلاح مورد نیاز، بلکه از یک وارد کننده و یک انبار کننده سلاح‌های دیگران تبدیل کنه به یک تولید کننده و یک صادر کننده سلاح، تبدیل کنه به نیروی مسلحی که توانایی او امروز مورد اقرار همه منطقه و شاید همه دنیاست. معتقدن امروز توانایی دفاعی نیروهای مسلح ما توانایی بسیار بالایی است، هم از جهت آموزش و مهارت و هم از جهت تجهیز به سلاح‌های پیشرفته و سلاح‌های روز. هفته دفاع مقدس یادآور خودباوری است، نیرویی که با همه توان فریاد می‌زند ما می‌توانیم و این توانایی را در مقابل چشم همگان به نمایش گذاشته و اعلام می‌کنه که ما توانایی داریم و امروز با تمام قدرت می‌گوییم یکی از جلوه‌های اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی نیروی مقتدر مسلح ماست، ارتش و سپاه و بسیج و فراجا و همه نیروهای ما هستند. این اقتدار یکی از جلوه‌های مهم عزت در جمهوری اسلامی ایران است. آری، فقط قدرت نظامی نیست، در عرصه‌های دیگر هم جمهوری اسلامی با همین زیرساخت مهم یعنی نیروی توانمند مسلحمون توانسته است در عرصه‌های مختلف تلاش کند. به نحوی که امروز در جمهوری اسلامی همچنانی که از موشک فتاح رونمایی می شود، از پهباد مهاجر ده رونمایی می شود، در کنارش جمهوری اسلامی ایران با عضویت ائتلاف‌های منطقه‌ای و جهانی در میاد و در کنارش تلاش می کند برای رشد تولید و رشد اقتصادی. در همه عرصه ها جمهوری اسلامی ایران امروز فعال در جهت علم و فناوری در منطقه و در جهان حرف داره برای زدن. امروز به برکت این نظام جوانان عزیز ما توانستند عرصه هایی که دیگران فکر نمی کنند به اون دست پیدا کنند. برخی از رؤسای کشورها وقتی که با ما مواجه میشن میگن معجزه است، میگن معجزه است دستیابی به این میزان از فناوری توسط جوانان ایرانی، شگفتی آور است این میزان دستیابی به دانش نو و فناورانه. اینها همه از برکت دفاع مقدس و دفاع جانانه جوانان عزیز و برومند ماست. اینها همه برای آن است که
ملتی میخواهد روی پای خود بیستد، استقلال را، آزادی را، جمهوری اسلامی را به عنوان یک مدل از حکمرانی به جهان عرضه کند که میتوان معنویت را با سیاست پیوند داد، میتوان در دل مردم جای گرفت، میتوان از کشور و نظام و مردم دفاع کرد و میتوان مقتدرانه در مقابل دشمنان ایستادگی کرد و میتوان به مردم منطقه آموخت که امروز راه مقاومت و ایستادگی است. اون چه دشمن رو وادار به عقب نشینی می کند تسلیم نیست، کوتاه آمدن نیست، تزلزل نیست، مقاومت است و ایستادگی است. نیروهای ما حضورشون در خلیج فارس و در منطقه امنیت سازه، برخلاف حضور نیروهای بیگانه که مردم این منطقه رو نگران میکنه و حضورشون بزرگترین مشکل منطقه ماست. نیروهای مسلح ما اطمینان ایجاد میکنن. تصور کردند با اعمال تحریم ها ما متوقف میشیم. یک نمود و نمادش از این که تحریم و تهدید را فرصت میسازد نیروهای مسلح ماست. تحریم ها را تبدیل کرد به فرصت برای ارتقا و رشد. امروز شعار اتحاد است، اتحاد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی، اتحاد بسیج با فراجا، اتحاد نیروهای مسلح با مردم، اتحاد نیروهای مسلح و مردم با امتداد راهبردی جمهوری اسلامی ایران در منطقه و جهان. این جلوه اتحاد و وحدتی است که ما در پرتو دفاع مقدس داریم و این اتحاد حقیقتاً ستودنی است. ما جنگ افزارها و تجهیزات نظامی را که ساخت جوانان عزیزمون و نیروهای کارآمدمون و متخصصمون هست بهش افتخار میکنیم، اما بیش از اونها افتخار میکنیم به نیروهای کارآمد متخصص پابکار آماده. این برای ما سرمایه بزرگی است که همواره باید به اون افتخار کرد. حتما نیروی مسلح مجهز مقتدر پشتوانه کشور است، پشتوانه دولت است، پشتوانه مردم است. در مذاکرات و معادلات منطقه و جهان حتما نیروهای مسلح توانمند پشتوانه مهمی محسوب میشن در همه معادلات منطقه‌ای و جهانی. حضور نیروهای مسلح و اقتدار و تجهیزات اونها قدرت بازدارندگی دارد. قدرت بازدارندگی در مقابل فکر به تجاوز به این آب و خاک. میبینید با اقتدار نیروهای مسلح و با حضور مردم دیگر سخن از تعدی و تجاوز و حمله به جمهوری اسلامی نیست. این گزینه در ادبیات دشمنان انقلاب اسلامی کنار زده شده، چون تصورش رو هم نمیتونن بکنن و این شکرگزاری و درگاه لایزال الهی دارد. امروز در دکترین جمهوری اسلامی ایران جنگ یا سلطه‌گری بر دیگران وجود ندارد، اما حفظ آمادگی نظامی
با روی کرده دفاعی برای امنیت پایدار و بازدارندگی اطمینان بخش یک سیاست قطعی و عملی است. لذا در این راستا باید گفت پروژه دشمن و طرح دشمن برای منزوی کردن جمهوری اسلامی مواجه با شکست شده است. پروژه و طرح دشمن برای مایوس و ناامید کردن ملت ایران مواجه با شکست شده است. این دو برنامه دشمن شکست خورده است. اینها به خاطر اقتدار، به خاطر ایستادگی و مقاومت نیروهای مسلح و مردم عزیز و بزرگوار ماست و دولت در همه این عرصه‌ها خود را موظف می‌داند به مساعدت و همراهی با نیروهای مسلح هم در تجهیز و هم در رسیدگی به تک تک اعضای محترم و عزیز این نیروها که سرمایه‌های بی‌بدیل این کشور هستند. ما اعلام کردیم سیاست همسایگی را. باز هم تأکید داریم بر سیاست همسایگی. یکی از جلوه‌های سیاست همسایگی علاوه بر همکاری‌های تجاری و اقتصادی و علم و فناوری و در حوزه‌های مختلف، همکاری دفاعی، امنیتی و نظامی است. نیروهای مسلح با همه کشورهای منطقه برای اعتماد سازی، برای اطمینان بخشی آماده همکاری بوده و هستند که همواره دست نیروهای مسلح منطقه را به گرمی بفشارند و با همکاری دیگر خلیج فارس را، منطقه را از حضور بیگانگان بینیاز کنند و اعلام کنند امنیت منطقه به دست نیروهای مسلح منطقه حفظ خواهد شد. حضور بیگانگان مشکل ساز است، نه حل مشکل. در این رابطه من باید عرض بکنم در منطقه ما حضور مقتدر نیروهای مسلح رو ما داریم که جلوگیری بکنن از هر گونه تغییر در ژئوپلیتیک منطقه، در تغییر مرزها، و در این کار موفق بودند. در منطقه آذربایجان و ارمنستان، قره‌باغ منطقه آذربایجان بحثی نیست، اما ما تأکید میکنیم حتما حفظ حقوق ارامنه و رعایت حال ارامنه یک ضرورت است، به نحوی که امنیت و حقوق ارامنه باید در منطقه حفظ شود و وضعیت مرزها کاملا حفظ گردد. در ارتباط با منطقه عراق، آغاز خلع سلاح گروه‌های مسلح در مرزهای جمهوری اسلامی ایران حرکت مثبتی است که دولت عراق آغاز کرده است. رئیس محترم ستاد مشترک نیروهای مسلح هیئت‌هایی را اعزام کنند، اطمینان حاصل کنند برای خلع سلاح گروه‌های مسلح. هیچ گروه مسلحی در نزدیکی مرز ایران حق داشتن سلاح و هیچ گروه تجزیه طلبی رو ما اجازه نخواهیم داد در نقاط مرزی یا در درون اقلیم یا در هر جای دیگر علیه جمهوری اسلامی ایران بخواهند فتنه کنند. لذا اطمینان و حصول اطمینان از خلع سلاح کامل افراد مسلح غیرقانونی در اطراف مرز لازمه. و اما اونچه که مدتی آغاز شده برای عادی سازی با روابط با رژیم صهیونیستی، بارها اعلام کردیم عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی به هیچ عنوان برای رژیم صهیونیستی امنیت ساز نخواهد بود، چون تمام ملت منطقه
مردم مسلمان و باید گفت تمام ملت ها امروز نسبت به رژیم صهیونیستی نفرت دارند با همه وجود. و اگر دولتی تصور میکند یا افرادی تصور میکنند در دولت های منطقه عادی سازی روابط میتونه حقیقتا روابط رو عادی کند، اینطور نخواهد بود. این خنجری است بر پشت مقاومت مردم فلسطین، و فلسطین و مجاهدان فلسطینی از این خیانت نخواهند گذشت. لذا این دو بارها اعلام کردیم راهکار فلسطین. من در این سفر اخیر هم گفتم به بسیاری از مسئولین، راهکار فلسطین این راهکارها نیست با عادی سازی روابط، با قرارداد کمپ دیوید و شرم الشیخ و قرارداد اسلو، اینا راهکار نیست. راهکار راهکاری است که رهبری فرزانه انقلاب اسلامی در یکی از سخنانشون فرمودن، در سازمان ملل هم این راهکار به ثبت رسیده است. هر فلسطینی یک رأی، مسلمان باشد، یهودی باشد یا مسیحی، میتواند دولت مورد نظر مردم فلسطین را شکل بدهد. این راهکار برون رفته از مشکل منطقه است، نه این راهکارهایی که امریکایی ها دنبال میکنند، رژیم صهیونیستی دنبال میکنه، این راهکار نیست. من در پایان سخن عرض بکنم، به عنوان خدمتگزار مردم صمیمانه از نیروهای مسلح تشکر میکنم و سپاسگزاری به خاطر همه همکاری هاشون با دولت و دستگاه های اداری کشور که این اتحاد، این انسجام تحت نظر فرماندهی معظم کل قوا و رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، این اتحاد، این انسجام، این همکاری بهترین زمینه برای برون رفت از مشکلات است. و امیدواریم خداوند متعال به همه ما کمک بکنه و مدد بکنه که بتوانیم خدمتگزار مردم باشیم و امور مردم را، مسائل کشور رو با همکاری یک دیگر، با همکاری همه بخش ها و همکاری مردم عزیز و بزرگوارمون، انشاءالله مشکلات رو حل کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. گروه رزم‌نوازان بسرود.
یگان های مستقر به میدان آماده رژه اجرو از راست دزو خبر دو یگان های مستقر در میدان به دست فنگ به رژه نظر به راست یگانی به یگان هر یگان به مسافت یک نماینده یگان یکم گروه را از نوازان بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند مردان جنگ دلیران چون شیر و ببر و پلنگ به نام خداوند مردان جنگ دلیران چون شیر و ببر و پلنگ به نام خداوند مردان دین ز شک رست مردان اهل یقین به نام گلان محمد نژاد که شد خشمشان قبطه گردباد علی سولتانی که در خون شدند به یک نعره از خیش بیرون شدند سحرگاه اعظام یادش بخیر و گردان گمنام یادش بخیر لباسی که خاکی تر از خاک بود ولی چون دل عاشقان پاک بود اگر نیستم هر دم در فکرشان رها نیستم یک دم از ذکرشان من و جنگ یاران دیرینه ایم گذر کرده از هشت وادی خطر من و یاد یاران که سر باختن ولی بر ستم گردن افراختن بینندگان عزیز و ارجمند همینک رژه دلاور مردان قهرمان و با صلابت ارتش جمهوری اسلامی ایران را به زیبایی با اقتدار با شرافت از مقابل جایگاه مشاهده می‌فرمایید سکان اجرا را به برادر عزیز و ارجمندم جناب سرهنگ خادمیان همرزم قهرمانم از ارتش جمهوری اسلامی ایران می‌سپارم بسم الله الرحمن الرحیم مولای منتظر ای ناگهان تر از همه اتفاق ها پایان خوب قصه تلخ فراق ها در این پگاه امیدوار قصیده بلند انتظار فرج به بیتی رسیده است که واژگانش حروف حریت اند و در آذرستان سرخ جانشان خون غزل ها بی سری می دود هشت بهار تو امان نظر نبی قده گیر آب روی قطعه قطعه بودن آنهاست ما عاشقان عطشان دل آشورایی که جز به چشم ساده دیدار حسین علیه السلام
در همیشه هست، اینجا که کوفه نیست خوارج علم شوند، سلمان نمرده است اواخر همیشه هست، صف بستند ارتشیانت به اقتدار، یعنی برای پیش کشد سر همیشه هست. بینندگان ارجمند همینک شاهد رژه مردان غیرتمندی هستیم که در تقابل گلو و گلوله داغ ترس از مرگ را بر جان گلوله گذاشتند. برای شیر بچه های حیدر که در هیئت های عزای امام حسین دست رد زدن به سینه امان نام ها را آموختند، چه عزتی بالاتر از این که در جامعه دفاع از این سرزمین سرفراز از سوره سرخ کربلا همچون چشمه های جوشان از پیش بیرون زنند با ولی امر خیش، میثاق خون بسته و در دفاع از سرحدات میهن عزیزمان پای بر جان عاریت نهند و حیثیت مرگ را به سخره بگیرند. بینندگان عزیز و ارجمند، شاهد رژه جوانان غیرتمند دانشگاه امام علی نیروی زمینی قهرمان هستیم. اینک راد مردانی از جنس ایمان و اقتدار مزین به نشان فداکاری و ایثار، همانانی که از نخستین افقهای سرخ انقلاب میان خاک جبهه و جهاد سر از آسمان درآوردند و 1384 کهکشان را سایبان این مرز و بوم کردند. درودتان باد که میراثداران طایفه عشق و غیرتی، دانشجویان دانشگاه افسری امام علی علیه السلام تا کربلای حماسه سیر کردند و با لبک به فرمان مقتدای خود فرهنگ ناب شهادت مقتدران را در طلیعه روزگار معنای جاودان بخشیدند. ما حافظان کشور خون و شهادتی، همسیری از حماسه و ایثار و وحدتی. بینندگان عزیز و ارجمند، شاهد رژه غیرتمندانه جوانان آموزشگاه نظامی درجداری حضرت جواد الائمه علیه السلام نیروی زمینی قهرمان هستیم. اولین نیرویی که در ناآرامی های غرب کشور در ماه های نخستین پس از پیروزی انقلاب برای دفاع از مردم غیرتمند و مظلوم منطقه سینه خود را سپر کردند. با سلام و درود به بینندگان ارجمند در شبکه بین المللی خبر و شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی ایران، رژه جوانانی را میبینیم که میراثداران نسل غیرتمندی در آموزشگاه نظامی حضرت جواد الائمه هستند. و اما تیپ قهرمان 65 نوحد، تیپ 65 نوحد یکی از یگانهای راهبردی نیروی زمینی قهرمان ارتش جمهوری اسلامی ایران است که همواره جان در طبق اخلاص نهاده و با نظم، با انضباط و با غیرتمندی پا به رکاب انقلاب ایستاده است. بینندگان ارجمند، شاهد رژه دانشجویان دانشگاه افسری قرار دانشگاه افسری حضرت خاتم الانبیاء پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران هستیم که با سینه های ستبر، گام های پولادین استوار، لباس عزت و شرف به تن گرفتند. تخصص های پیچیده علمی و عملی مبتنی بر دانش و تجهیزات بومی،
آمادگی انهدام هر نیروی متجاوز با آسمان و حریم ولایت را دارند. این سلحشوران و میراثداران حماسه انهدام بیش از 600 فروند پرنده آهنین بال خصمدون در دوران دفاع مقدسند که پیروز مندان عملیات بلفجر 8 نام گرفتند. ما وارس مرگ های بالبخندیم، یادآور موج ریزی اروندیم. ای دوست چه عزتی از این بالاتر، فرزند آب های بیمانندیم. امروز دانشگاه علوم و فنون هوای شهید ستاری مهد پرورش مالکان اشتر برومندیست که ذخیره های امیدند و ادامه دهندگان راه شهیدان بالا مقامی همچون بابایی ها، یاسینی ها، ستاری ها و دوران ها. در دفتر تاریخ این سرزمین نام مرکز آموزش‌های هوای شهید خضرایی با انقلاب شکوهمند اسلامی گره خورده است. دفتری که در آن هنرآموزانش به خط خون نوشتند سالهای قیام خون، سالهای عشق بر هامون، سالهای شهادت او، صبر تو، آزادی من، سالهای سرفرازی میهن، روزهای مرگ شب به دست آفتاب، روزهای خوب پادگان انقلاب. بینندگان ارجمند شاهد رژه هنرآموزان فرماندهی آموزش های هوایی شهید خضرایی نیروی هوایی الهی ارتش جمهوری اسلامی ایران هستیم. اما این رژه اقتدار دانشجویان نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران است، مرکزی که جوانانش عقل و عزم و شجاعت را در هم آمیختند تا قدرت ملی ظهور یابد، تا جماران و دماوند و فاتح از آن برخیزند، تا تحریم ها به سخره گرفته شود و عزت ایرانی در آستان نامداران جهان بدرخشد. بینندگان ارجمند همزمان تصاویر رژه بندر عباس را ملاحظه می‌فرمایید که بخشی از مجموعه نیروهای مسلح در ساحل خلیج همیشه فارس رژه می‌روند. شاهد امور غیرتمندانه نسلی هستیم که پیشکسوتان آنها با اسکورت 8000 شناور صادرات و واردات را در طول 8 سال دفاع مقدس در صفحه دریا خط خاطره کشیدند. هنرآموزان آموزش تکاوران دریایی منجیل، مردان نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران با خلق حماسه ناوگروه 86 به جهان اعلام کردند هیچ جای دنیا دور از دسترس ما نیست. فأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترحبون به عدو الله وعدوكم. دنیا بداند ما در ره عشق نقض پیمان نکنیم، گر جان طلبد دریغ از جان نکنیم. دنیا اگر از یزید لبریز شود ما پشت به سالار شهیدان نکنیم. خانمها و آقایان، بینندگان عزیز، هموطنان گرامی، همینک دلاور مردان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اقتدار، با شرافت، به زیبایی، با بیرق لبیک یا رسول الله، با در دست داشتن درفش مقدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، از مقابل دیدگان پاک شما، از مقابل ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران، در مقابل حرم و بارگاه ملکوتی امام راحلمان رژه می رود. به یاد همت و باکری، به یاد صیاد و شیرودی و فکوری و فلاحی، به یاد آرمان علیوردی، به یاد ابراهیم هادی، الله، الله ذکر مقدس ماست. ما با الله جهان را از لوس وجود خائنین پاک خواهیم کرد. Oh,
وطنان گرامی، همینک رژه دلاور مردان نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را مشاهده می فرمایید. قهرمان پهلوانان نیروی زمینی سپاه، مردان با شرافت امنیت پایدار، به یاد احمد کاظمی و نورعلی شوشتری، به یاد حسن شاطری، حمید طباطبایی مهر، به یاد مردان مرد امنیت پایدار، قوم بر زمین میکوبند و عاشقان میخوانند. من تیر تراش شمال غرب و جنوب شرق، در غرب و شمال، در جنوب ایستادن تا گزندی به بیهن عزیزمان وارد نشد. سربازان قهرمان نیروی زمینی از آموزشگاه رزم مقدماتی حضرت ولیعصر آباده با اقتدار و با شرافت از مقابل شما عبور می‌کنند. اللهم اجل لوليك الفرج والعافية والنصر وجعلنا من خير أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. هموطنان گرامی، همینک رژه دلاور مردان دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین علیه السلام را مشاهده می فرمایید. اینان سبز پوشان حریم ایران عزیزند. الله اکبر.
رژه دلاور مردان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را مشاهده می فرمایید. بینندگان عزیز، اینان فرزندان شمال که برای عزت و افتخار سرزمین ما ایستاده. همینک رژه مردان مرد دلاور مردان هوافضای سپاه را مشاهده می فرمایید. به یاد حاج قاسم سلیمانی عزیز، به یاد امو مهدی المهندس، به یاد شهدای گرانقدر جبهه‌های مقاومت، به یاد مردان مرد افغانستانی و پاکستانی و ایرانی، به یاد شیر مردان عراقی و سوری، مردان هوافضای سپاه پشت سر فرمانده قهرمانشان سردار امیرعلی حاجی زاده کابوسی دائمی هستند برای آمریکای جنایتکار. همینک رژه قهرمان پهلوانان نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را از دانشگاه حضرت امام خامنه ای مشاهده می فرمایید. اینان حافظان خلیج تا ابد فارسند، اینان حافظان دریای عمانند، به همراه برادران عزیز ارتشیشان در نیروی دریایی با صلابت ارتش جمهوری اسلامی ایران. سومین حرم اهل بیت، مرکز آموزش ناویان حضرت احمد ابن موسی، نیروی دریایی قهرمان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. ای رهبر فرزانه با جان را بگم به ماده، از بحر دفت دشمنان آماده ای ما ماده، از بحر
بر مردان نیروی دریای سپاه، پشت سر فرمانده قهرمانشان سردار تنگ سیری، خواب را از چشم بیگانگان در خلیج فارس رو بوده. بینندگان عزیز، در ادامه شاهد رژه دلاور مردان و قهرمانان جان برکف فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، این راد مردان امنیت کشور عزیزمان ایران سرفراز خواهیم بود. ملت شریف و سربلند ایران اسلامی هرگز از خودگذشتگی، ایثار و جان بر کف بودن فرزندانشان در فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را فراموش نمی کند. یادمان نمی رود که شما شب و روز ایستاده اید تا امنیت برای مردمان پاک سرزمینمان برقرار شود. درود بر شما. همینک درفش مقدس فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از مقابل دیدگان شما عبور می‌کند. درود بر شیر مردان فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران. بینندگان عزیز، این چهره‌های پاک و نورانی را که مشاهده می‌فرمایید، فرزندان شما در امنیت سرزمینمان هستند. درود بر گام‌های استوارتان، سلام بر چهره‌های نورانیتان. امروز در 31 روز از شهریور ماه سال 1402 هجری شمسی، در مقابل حرم و بارگاه ملکوتی معمار کبیر انقلاب اسلامی، دلاور مردان انتظامی جمهوری اسلامی ایران آمده اند تا فریاد بزنند: ما مرد نبردیم، چه برنا و چه پیر، در مکتب ما مرگ حقیر است حقیر، پیغام حسین است به رزمنده شیر، یا مردانه بجنگ یا که مردانه بمیر. هموطنان گرامی، همچنان رژه دلاور مردان قهرمان فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را مشاهده می فرمایید. آفرین بر عزم و اراده تان، در رسای شما باید این گونه سرود: کس چون تو طریق عشق بازی نگرفت، با زخم نشان سرفرازی نگرفت، زین پیش کسی دل آورا چون تو شگفت، حیثیت مرگ را به بازی نگرفت. دلاور مردان فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با شرافت، با اقتدار، به زیبایی از مقابل دیدگان شما رژه می روند. ندانی که ایران سرای من است؟ جهان سر به سر زیر پای من است؟ هنر نزد ایرانیان است و بس، ندادند شیر جیان را به کس، همه یک دلانند یزدان شناس، به نیکی ندارند از بد هراس، دریغ است که ایران ویران شود، کلام پلنگان و شیران شود، چو ایران مباشد تن من مباد، بدین بوم و بر زنده یک تن مباد. الله اکبر، آینده رهبر،
دلاور مردان راهور انتظامی جمهوری اسلامی ایران را به زیبایی مشاهده می‌فرمایید. همه روی یک سر به جنگ آوریم، جهان بر بدندیش تنگ آوریم، همه سر به سر تن به کشتن دهیم، به از آن که کشور به دشمن دهیم. چون این گفت موبد که مرده به نام، به از زنده دشمن بر او شاد کام. اگر کش خواهد تو را روزگار، چه نیکوتر از مرگ در کارزار. هموطنان گرامی، همینک رژه دلاور مردان فرماندهی مرزبانی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را با اقتدار و با شرافت با عزت از مقابل جایگاه مشاهده می فرماید. هرگز ایستادگی و مقاومت شما را فراموش نمی کنید. درود بر شما، درود بر شما، درود بر شما. همینک رژه دلاور مردان فرماندهی یگانهای ویژه انتظامی جمهوری اسلامی ایران را مشاهده خواهید فرمود. درود بر گامهای استوارتان، سلام بر نفسهای گرمتان، سلام بر نگاههای پرمهرتان که شما ایستاده اید برای سرزمین عشق، سرزمین ایثار و از خودگذشتگی، برای ایران قهرمان. به یاد شهدای گرانقدر یگانهای ویژه انتظامی جمهوری اسلامی ایران، درود بر شما. شیرمردان یگانهای ویژه انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با صلابت، با اقتدار، به زیبایی از مقابل جایگاه رژه می روند. درود بر عزم و اراده آهنینتان ای مردان من. کاش فراموش نکنیم، کاش فراموش نکنین دلاور مردی های شما را، لباس سبزی که به خونتان آغشته شده را. درود بر شما. هموطنان گرامی، بینندگان عزیز و ارجمند، همینک درفش مقدس سازمان بسیج مستضعفین از مقابل دیدگان شما، از مقابل جایگاه، از مقابل حرم و بارگاه ملکوتی امام راحلمان عبور می کند. از سازمان بسیج عشایری، بسیج اقوام، قوم قهرمان و با شرافت عرب، از کربلای ایران، خوزستان، با شرافت، با عزت، به زیبایی از مقابل جایگاه و از مقابل دیدگان شما عبور میکنه. دین خود را به ایران ادا کرد، این کلام مولا و مقتدای حسینی ما است. از سرزمین آفتاب
از سیستان و بلوچستان، از دیار کریمان، کرمان قهرمان، قوم سیستانی و بلوچستانی و کرمانی، به یاد حاج قاسم عزیز، به یاد شهید میر حسینی، آن عارف نستوه، از مقابل دیدگان شما با عزت و اقتدار عبور میکنه. اینون گلبرگ های گل محمدی ایران هستند و چه زیبا در کنار هم گلی زیبا ساختند اقوام پاک و با شرافت میهنمان که همه مرزداران حریم عشق، مرزداران ایران عزیزند. مردم کرد و مسلمان از دیار پهلوانان و قهرمانان کرمانشاه، از سرزمین مردان با غیرت و زنان با شرافت ایلام، از سرزمین ایستادگی و مقاومت کردستان همیشه پیروز، قوم قهرمان کرد از مقابل شما با اقتدار عبور میکنه. فرمانده قهرمانشان سردار سلیمانی عزیز برای ایران می سرایند و برای ایران جهاد بکنند. هموطنان گرامی، قوم قهرمان لور از استانهای قهرمان کوکیلویه و بویراحمد، چهار محال و بختیاری، از استان با شرافت لرستان از مقابل دیدگان شما عبور می کنند. به یاد علی مردان خان و به یاد قهرمانان اشترالکوه، به یاد تبلور غیرت آذربایجان آقا مهدی باکری، به یاد مردان مرد، شیر مردان آذربایجان شرقی، دلاور مردان اردبیل و قهرمانان ایل قشقایی از استان فارس از مقابل جایگاه عبور می کنند. ترکمن صحرا، سرزمین مختوم قلی، شیر مردان جنگجوی پرتوان قوم ترکمن از مقابل جایگاه با عزت، با افتخار، با صلابت و به زیبایی عبور می کنند. شاعر ذخیره انقلاب است،
همه اشایر مرزداران سنت داران حافظان امنیت و حیثیت بومی ایران عزیزم. این کلام امام مولا و مقتدای ما امام سید علی حسینی خامنه ایست. لحظاتی دیگر شاهد عبور رژه یگانهای محمود نیروی زمینی قهرمان از مقابل کلام الله و جایگاه خواهیم بود. بینندگان عزیز و ارجمند، به صورت همزمان شاهد پخش رژه یگانهای دریایی در بندرعباس، یگانهای نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در بندرعباس هستیم. مجموعه عشق و عزت و شورآفرینی یک نام دارد، نام نیروی زمینی. غیرت اگر رنگ و نشانی دارد از ماست، جنگ مقدس گر زبانی دارد از ماست. یک پارچه مردانگی پولاد عزمیم، ما بی هماوردان جولانگاه رزمیم. با یاد یار از خانه دل ترس راندیم، در مکتب عشق خمینی درس خواندیم. ما مرد جنگ و همراه سازندگی ها، در خون این نیرو بود جنگندگی ها. اینجا دژ پولاد مردانی خداجوست، دشمن شکارانی مسلمان و وطن دوست. نیروی پرشور زمینی با وقار است، با قامتی افراشته از افتخار است. هر جا سخن از وصف یاران خمینی است، وصف رشادت های نیروی زمینی است. بینندگان عزیز، آنچه که در قاب گیرنده های خود مشاهده خواهید فرمود تنها قطره ای از دریای بیکران تجهیزات پیشرفته نیروی زمینی محوری است که از مقابل دیدگان شما خواهد گذاشت. پهپاد رزمی و پشتیبانی رزمی برد بلند کمان 22، پهپاد ابابیل 5 جهت عملیات شناسایی و تهاجمی که قابلیت عملیات در هر گونه زمین ذو عارضه و شرایط جوی را دارا می باشد. پهپاد مهاجر M6 پرنده چند منظوره جهت شناسایی، مراقبت و تهاجمی جنگالپایه، قابلیت شنود الکترونیک در اقصا نقاط کشور، مجهز به بمب قائم و موشک الماس.
بسیاری از نقاط ارتش ویترین ارزش‌های اسلامی است. از فرمایشات مقام معظم رهبری مدظله العالی. پهباد کرار، پهباد انتحاری آرش، پهباد بدون محدودیت برد که برای اثبات اهداف ثابت و متحرک مورد استفاده قرار می‌گیرد. این پهباد دوربردترین پهباد انتحاری دنیاست که در انحصار کشور عزیز اسلامی ما هست. پهباد انتحاری امین، پهباد باور پنج. امروز به فضل الهی ارتش و نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران جایگاه برجسته‌ای دارند. از فرمایشات گوهربار مقام معظم رهبری. پهباد آرش، پهباد چند منظوره ابابیل چهار، جهت عملیات شناسایی و تهاجمی که قابلیت عملیات در هر گونه شرایط را دارد. پهباد مهاجر چهار، پرنده شناسایی و مراقبت در تمامی شرایط جوی. پهباد شناسایی و آموزشی مهاجر دو، جنگ 8 ساله این ملت را آب دیده، شجاع و متکی به نفس کرده است. از بیانات گوهربار فرماندهی معظم کل قوا. همکنون شاهد عبور پهباد شناسایی و آموزشی مهاجر دو هستیم. پهباد یسیر، ما شاهد هستیم که نیروی دریایی یک نمایش قدرت توامان را در طول این چند سال داده است. از فرمایشات مقام معظم فرماندهی کل قوا. همکنون شاهد عبور رژه پهپادها یا نیروی هوایی قهرمان ارتش جمهوری اسلامی ایران از مقابل کلام الله، جایگاه و شما حضار محترم هستید. گرامی می‌داریم سال مهار تورم و رشد تولید را. ما آمده ایم تا بگوییم به فرمانده پیر جماران، اسرائیل باید از صفحه روزگار محو شود. مرگ بر اسرائیل، الموت للاسرائیل. کیان 800 پلاس، کشنده فوق سنگین تاکتیکی با قابلیت فرمانپذیری در دو محور، حامل توپ 203 میلیمتری خودکششی اوورهال شده. کشنده فوق سنگین کیان 700، قابلیت حمل دو دستگاه تانک به صورت همزمان. طراحی و تولید در مرکز تولید، بهینه‌سازی و نوسازی شهید سرقرن نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران. کشنده ملی فوق سنگین کیان، خودروی ملی طراحی شده فوق سنگین با قابلیت حمل 100 تن بار زرهی. طراحی و تولید در مرکز تولید، بهینه‌سازی و نوسازی شهید زرقرن نیروی زمینی ارتش قهرمان. کشنده ملی سنگین کیان، خودروی کشنده ملی و سنگین با قابلیت حمل 60 تن بار زرهی.
ارتش جمهوری اسلامی ایران یک ارتش مردمی و خدایی است، از فرمایشات دوربار فرماندهی معظم کل قوا. تانک تیام، تانک اصلی میدان نبرد، دارای سیستم استابلایزر و گلوله‌گذار اتومات. نفربر بی تی آر مجهز به توپ 23 میلیمتری استابلایزر. از سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی نیروی زمینی قهرمان. نفربر بازسازی و ارتقا یافته M113A2 ساخت سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی نیروی زمینی. ارتش امروز یک ترقی و تعالی فوق العاده برخوردار است از فرمایشات مقام معظم رهبری. تانک شناسایی رزمی صیاد مجهز به موشک تاب. آمبولانس زرهی طراحی و ساخته شده توسط اداره بهداشت، امداد و درمان در صنایع نیروی زمینی قهرمان. گرامی می‌داریم یاد و خاطره شهدای مدافع سلامت نیروی زمینی قهرمان و کادر درمانی که با خدمت رسانی به بیش از 5000 بیمار کرونایی. سامانه موشک نقطه زن فتح 360، سامانه نقطه زن فجر 5. این سازمان، این سامانه ارتقا یافته سامانه GR110 نقطه زن برد بلند می باشد. سلاح اخگر شیشدور محلول، تیربار کالیبر 12.7 میلیمتری، ساخت در سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی نیروی زمینی ارتش، خودروی ضد گلوله روئین تن. دستاورد دیگر از سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی نیروی زمینی قهرمان، سامانه پدافند هوایی شهید مجید. سامانه مجید شکارچی جدید ریز پرنده ها و کروزهای متجاوز دشمن با قابلیت نصب بر روی پلتفرم های مختلف. سامانه ارتباطی تاکتیکی با قابلیت ایجاد و برقراری لایه های ارتباطی امن در صحنه عملیات در کمترین زمان ممکن. خودروهای ارتباطی راهکنشی سیار در منطقه عملیات مورد استفاده در مأموریت مراقبت‌های مرزی یگان‌های نیروی زمینی که همکنون مستقر در منطقه شرق و غرب کشور هستند. سامانه محمول تجهیزات ارتباط نوین از گروه 401 فناوری ارتباطات اطلاعات نساجا. خودروی فرماندهی و کنترل مجهز به کلیه لایه‌های ارتباطی دیجیتال پایه و بومی مقاوم در برابر عملیات جنگ الکترونیک دشمن. سامانه اتاق عمل سیار از اداره بهداشت، امداد و درمان نزاجا. نیروی زمینی با خدمت رسانی به بیش از 5000 بیمار کرونایی در 28 بیمارستان نزاجا برگ زرین دیگری بودند بر دفتر افتخارات این نیرو در روزهای سخت شیوع ویروس کرونا در کشور. سامانه آزمایشگاه سیار جنگ نوین شیمیایی میکروبی و هسته‌ای از اداره بهداشت، امداد و درمان نزاجا.
درود بر شبنا و شکیبان دشمن شکن و اندلیبان روشن زمیر عرصه دفاع از دین و آیین و میهن و وطن در نیروی پدافند هوایی اقتدار آفرین. بینندگان عزیز و ارجمند سیمای جمهوری اسلامی ایران، تا آنات و لحظات دیگر نظارگر عبور یگان محمول و تجهیزات بومی نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران از مقابل جایگاه هستید. سلف این غیور مردان از نسل مردان بی ادعای هشت فصل جهاد عاشقی در دوران دفاع مقدس است. مردان و ناماورانی از تبار حماسه آشورایی سایت رادار سوباشی. سامانه راداری شهید جلیلوند، سامانه راداری کاشف 99، سامانه مجهز راداری سبودی تاکتیکی و پیشرفته چابک و متحرک با قابلیت کشف ریز پرنده ها، پهپادها و اهداف پرسزن، سامانه موشکی ارتفاع کم شهید مجید، سامانه موشکی زوبین بومی متحرک با داشتن نرخ آتش بالا در کمترین زمان، رادار کاوش، چشم بینای پدافند همیشه بیدار، رادار مراقبتی 100% بومی که به منظور پایش و کشف کلیه اهداف پرنده علل خصوص موشک‌های کروز و انواع پهپادها طراحی و ساخته شده است. سامانه ارتباط تاکتیکی برساد، رادار 15 خرداد، چابک، کاملا متحرک، با قابلیت استقرار و بهره برداری عملیاتی در حداقل زمان ممکن، با قابلیت رهگیری و هدایت همزمان 6 موشک علیه 6 هدف متخاصم. رادار تلاش، سامانه تلاش حاصل مجاهدت تلاشگران عزیز کشورمان، شکارچی اهداف برد بلند، پرنده های استراتژیک دشمن، خصوصا اهداف رادارگونی. به نظاره بنشینید، نغمه اقتدار ساز کنید. سامانه راداری کاوش تاکتیکی، چشم بینای پدافند همیشه بیدار، رادار مراقبتی 100% بومی که به منظور پایش و کشف کلیه اهداف پرنده علل خصوص موشک‌های کروز و انواع پهپادها طراحی و ساخته شدند. موشک‌های صیاد 3 و 4، موشک‌های خانواده صیاد، سامانه راهبردی موشکی S-300، دوربردترین سامانه دفاعی کشور، سامانه‌ای کارآمد و بهینه شده با اهداف جمعی و گروهی. موشک S-200، نماد اقتدار، رادار کنترل ترافیک و اخطار هوایی آرای فازی ناصر 40، نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران. بنگرید شکوه و سلامت تسلیحات نظامی را و نغمه اقتدار ساز کنید. نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران که در پیوستن به انقلاب، تأسیس جهاد خودکفایی، اولین پاسخ به تهاجم دشمن و پشتیبانی از جبهه مقاومت پیش قراول و از سابقونند. موشک کروز هواپایی میان برد قادر، باستر جستجوگر و راداری، موشک هوا به هوای راداری میان برد فکور 90، یکی از موشک‌های راداری هوا به هوا و دوربرد مورد استفاده در هواپیماهای شکاری نیروی هوایی الهی ارتش جمهوری اسلامی ایران. موشک هوا به سطح ستار قائم، موشک کروز هواپایی میان برد با قابلیت پرتاب از انواع هواپیماهای نیروی هوایی الهی ارتش جمهوری اسلامی ایران. بمب هوشمند قاصد، بمب هوشمند هدایت شونده الکتروپتیکی هوا به زمین،
پا جنگ الکترونیک هواپایه با طیف فرکانسی گسترده سحاب و شاهین پا جنگ الکترونیک هواپایه در طیف گسترده فرکانسی نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران از غروب غرب نقشه تا طلوع شرق این چشمهای تیزبین این دستهای پرتوان این شانهای سترگ محافظان مرزهای آبی این دیارند از موج تا اوج نام ایمان ارتش ما را نوشتند که ساحل سینه هاشان امواج غیرت و پایداری را فرا می‌خواند و یاد کنید از ناوگروه سراسر درخشش ناوگروه 86 سامانه پرتاب موشک بردبلند ولایت 3 اژدر مارک 46 اژدر ضد زیردریایی جهت انهدام زیردریایی های دشمن با قابلیت پرتاب از یگانهای شناور سطحی و بالگردهای نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران اژدر بلفجر فوق پیشرفته و تمام اتوماتیک با قابلیت پرتاب از دریایی های کلاس قدیم اژدر اکسیژنی اژدر ضد سطحی جهت انهدام یگانهای شناور سطحی دشمن با قابلیت پرتاب از زیر دریایی های کلاس تاورد مین کوسه مخربترین مین دریایی جهت انهدام هدفهای شناور سطحی و زیر سطحی سنگین دشمن حماسی ترین موج دریا ورود به دریا دلان میفرستد درود سلام بر مردان مرد و دلاور نبرد ارتش ظفرمند اسلام ارتش جمهوری اسلامی ایران هموطنان گرامی، بینندگان عزیز و ارجمند پس از مشاهده رژه یگانهای محمول ارتش با صلابت جمهوری اسلامی ایران مشاهده خواهید فرمود رژه یگانهای محمول نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مردان مرد امنیت پایدار ایران اسلامی از شمال غرب تا جنوب شرق از شرق تا غرب از جنوب تا شمال قرارگاه های حمزه سید الشهدا قدس کربلا سید الشهدا قرارگاه هایی که برای حفظ امنیت ایران اسلامی عاشقانه ایستادند بینندگان عزیز و ارجمند همینک رژه یگانهای محمول نیروی زمینی سپاه را مشاهده می فرمایید ای پیر ما فرزند خاک کربلاییم ما کشتی نوحیم و بر موج بلاییم از رود خون از چرخه از کارون گذشتیم از سرزمین عشق از مجنون گذشتیم فریاد ما بانگ علی در نیمه شب‌هاست از خشم ما آرام‌تر طوفان دریاست دریا و خاک و آسمان در پنجه ماست از غرش ما هم با در جهان همواره قوغاست اگر جنگی در اینجا اتفاق بیفتد کسی که سرشکسته از این جنگ خارج خواهد شد بیگمان آمریکای متجاوز و جنایتکار است این کلام مولا و امام ماست همینک پرنده های بدون سرنشین ساخت نیروی زمینی سپاه شامل پهپادهای معراج 532 معراج 313 معراج 522 و 21 از مقابل جایگاه عبور می کنه
اینان نشان اقتدار نیروی زمینی سپاه هستند که همه جا ایستاده است برای اعتلاء نام مقدس ایران اسلامی، برای حفاظت و حراست از مرزهای کشور پاکمان ایران غیرتمند و ایران بزرگ. یگان نمونه زرهی نیروی زمینی سپاه همینک از مقابل دیدگان شما عبور می کند. ملت شریف ایران، امروز جنگ دنیا جنگ رسانه هاست. بیاییم در جنگ رسانه ها مغلوب دشمنان نشویم. همینک تانک ارتقا یافته قلاویزان از مقابل شما به زیبایی عبور می کند، مجهز به سیستم کنترل آتش بومی. عزیزان عنایت بفرمایید، مجهز به تیربار ضد هوایی، اتوماسیون قابل درگیری با اهداف بادید و با دید ترمال. تانک رخش رو به همراه زره واکنشی مشاهده می‌فرمایید. اگر غلطی از مسئولان رژیم صهیونیستی سر بزند، جمهوری اسلامی تل‌آویو و حیفا را با خاک یکسان خواهد کرد. همینک تانک رخش را مشاهده می‌فرمایید که از مقابل دیدگان شما عبور می‌کند. شهادت بالاترین پاداش مجاهدان فی سبیل الله است و رزمندگان قهرمان نیروی زمینی بیشک مجاهدان فی سبیل الله هستند. هموطنان گرامی، همینک تانک ذوالفقار از مقابل دیدگان شما عبور می‌کند. عزت امروز اسلام و مسلمین ثمره خون شهداست امام خامنه ای. تانک مهندسی شبدیز رو مشاهده می فرماید. پشتیبانی تعمیراتی از یگانهای زرهی در منطقه عملیاتی از کارکردهای تانک شبدیز است. نفربر پی ام پی دو مجهز به موشک‌انداز رو مشاهده می‌فرمایید. همینک نفربر رزمی ذوالجناح با اجرای حجم آتش عالی بر علیه مواضع دشمن از مقابل شما عبور می‌کند. یاد شهدا باید همیشه در فضای جامعه زنده بماند. نفربر براق را مشاهده می‌فرمایید با خمپارانداز 120 میلیمتری. نفربر ارتقا یافته تیران را مشاهده می‌فرمایید. مجهز به سیستم کنترل آتش بومی، قابلیت شلیک موشک دهلاوی 8 کیلومتر. مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا. بینندگان عزیز و ارجمند، همچنان رژه یگانهای محمول نیروی زمینی سپاه را مشاهده می‌فرمایید. یگان نمونه توپخانه و موشکی نیروی زمینی سپاه را مشاهده می‌فرمایید که از مقابل دیدگان شما عبور می‌کند. هیچ ملتی بدون مجاهدت به عزت و تعالی دست پیدا نخواهد کرد. سامانه موشک انداز 360 را مشاهده می‌فرمایید. بود 180 کیلومتر، قابلیت شلیک 6 فروند موشک به فاصله زمانی 12 ثانیه، دقت اصابت موشک به صورت نقطه زن. راکت انداز فجر 5 را مشاهده می‌فرمایید. بود 70 کیلومتر، قابلیت اجرای آتش‌های ایزایی و ممانعتی و تخریب مراکز تجمعی دشمن و اهداف زرهی. همینک راکت انداز فجر 3 را مشاهده می‌فرمایید با برد 18 الی 45 کیلومتر. بینندگان عزیز، راکت انداز 40 لول حدید را مشاهده می‌فرمایید که از مقابل دیدگان شما و از مقابل جایگاه عبور می‌کند. شهدا امامزادگان عشقند که مزارشان زیارتگاه اهل یقین است. همچنان عبور می‌کند راکت انداز 40 لول حدید از مقابل جایگاه. توپ 155 میلیمتری کششی با برد 17 کیلومتر با دقت بالا و اجرای آتش بر علیه نفرات دشمن با ماسورهای زمانی از مقابل دیدگان شما عبور می‌کند. ملت ایران، اینان سرافرازان نیروی زمینی سپاه با شرافت جمهوری.
حسینی ماست. توپ 130 میلیمتری کششی را با برد 27 کیلومتر مشاهده می‌فرمایید. همینک رژه یگانهای محمول یگانهای ویژه نیروی زمینی سپاه را مشاهده می‌فرمایید. خودروی تاکتیکی طوفان از مقابل شما عبور می‌کند. توپ 105 میلیمتری کششی از یگانهای ویژه نیروی زمینی سپاه از مقابل دیدگان شما عبور میکنند. بینندگان عزیز و ارجمند، راکت انداز فلق را مشاهده میفرمایید. همینک تیربار 20 میلیمتری ولکان از مقابل دیدگان شما عبور میکنند. تیربار گاتلینگ را مشاهده می‌فرمایید که دلاور مردان یگانهای ویژه نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر علیه دشمنان شما از آن استفاده می‌کنند. مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا. ای وطن، ای مادر تاریخ ساز، ای مرا بر روی تو روی نیاز، ای کبیر تو بهشت جان من، عشق جاویدان من، ایران من. آرشی داری به تیر انداختن، دست بهرامی به شیر انداختن، کاوه آهنگری ضحاک‌کش، خود که دشمن افکنی ناپاک‌کش. رخشی و رستم در او پا در رکاب، تا نبیند دشمنت هرگز بخواب. مرزداران غیورت صف به صف، سرفرازان سپاهت ارتشت، انتظامت جان به کف. خون به دل کردن دشت و نهر را، باز گرداندن خرم شهر را. ای وطن، ای مادر ایران من، مادر اجداد و فرزندان من، خانه من، لانه من، توس من، هر وجب از خاک تو ناموس من. ای دریغ از تو که ویران بینمت، بیش را خالی ز شیران بینمت. خاک تو گر نیست جان من مباد، زنده در این بوم و بر یک تن مباد. بینندگان عزیز و ارجمند، شهید حسن تهرانی مقدم آمد. اینان دنبال روان شهید عزیز حاج حسن تهرانی مقدم هستند. یگانهای محمول هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را مشاهده می‌فرمایید. آنان که می‌خواهند اسرائیل را نابود کنند و انشاءالله اسرائیل را به زودی نابود خواهند کرد. دلاور مردان هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مقتدر ایستادند تا هیچ کس چپ به ایران نگاه نکند. رژه یگانهای نمونه پهپادی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را مشاهده می‌فرمایید. بسم الله القاسم الجبارین و ان جندنا لهم لغالبون. همکنون شاهد رژه یگانهای محمول پهپادهای راهبردی هوافضای سپاه هستیم. مجموعه پهپاد شاهد 136 در پرتابگر خشابی خونی با بیش از 2500 کیلومتر برد برای اولین بار در این رژه در مقابل دیدگان شما قرار می‌گیرد. رژه پدافند هوایی هوافضای سپاه را مشاهده می‌فرمایید. سامانه پدافند هوایی 9 دی که برای اولین بار در مقابل دیدگان شما قرار می‌گیرد. سامانه پدافند هوایی 3 خرداد را مشاهده می‌فرمایید. همچنین سامانه پدافند هوایی 3 خرداد با دقت بالا را مشاهده می‌فرمایید. سکوی پرتاب سامانه پدافند هوایی 3 خرداد که برای اولین بار در مقابل دیدگان شما قرار می‌گیرد. سامانه پدافند هوایی تبس را مشاهده می‌فرمایید. حد اکثر برد 90 کیلومتر، حد اکثر ارتفاع 27 کیلومتر. سامانه پدافند هوایی ضد کروز دسپول از مقابل دیدگان شما عبور می‌کند. همینک رادار الکترواپتیک سامانه پدافند هوایی رعد را مشاهده می‌فرمایید. حد اکثر برد 24 کیلومتر، حد اکثر ارتفاع 14 کیلومتر. قابلیت درگیری با اهداف ارتفاع برد کم و متوسط. همینک رژه فرماندهی موشک زمین به زمین نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را مشاهده می‌فرمایید. سامانه موشکی ف
فتاح، نوع موشک بالستیک با سوخت جامد، دو مرحله ای، برد عملیاتی 1450 کیلومتر، نوع سر جنگی جدا شونده شدید الانفجار، پر قدرت هایپرسونیک، دارای قابلیت منوف در داخل و خارج از جو، جهت گذر از سپر دفاعی موشکی، سامانه موشکی کروز هایپرسونیک فتاح را همچنان مشاهده می‌فرمایید. بینندگان عزیز، دلاور مردان هوافضای سپاه با بکارگیری انواع سامانه‌های موشکی زمین به زمین بالستیک و کروز، دور برد، میان برد و کوتاه برد با سوخت جامد و مایع، مجهز به انواع هدایتگرهای هوشمند، قادرند تا شعاع 2000 کیلومتری در زمین یا دریا اهداف تعیین شده را با دقت مورد اصابت قرار دهند. سامانه‌های موشکی با تلاش متخصصان و کارشناسان صنایع دفاع کشور، اعم از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و جهاد خودکفای نیروی هوافضا ساخته شدند. همینک عبور موشک کروز پاوه را مشاهده می‌فرمایید. نوع موشک بوستر سوخت جامد و موتور توربو جت، برد عملیاتی 1650 کیلومتر. سامانه موشکی خیبر شکن را مشاهده می‌فرمایید. نوع موشک بالستیک با سوخت جامد با برد عملیاتی 1300 کیلومتر، دو سر جنگی جدا شونده شدید الانفجار، پر قدرت. همچنان سامانه موشکی خیبر شکن را مشاهده می‌فرمایید، دارای قابلیت هدایت سر جنگی تا انتهای مسیر دقیق، زمان عملیاتی شدن بسیار کوتاه. بینندگان عزیز، هموطنان گرامی، سامانه موشکی دزپول را مشاهده می‌فرمایید. رژه یگانهای سپاه پرتوان و ارتش قهرمان امسال در مقابل دیدگان شما و دیدگان کارداران نظامی 24 کشور خارجی و همه دنیا برگزار می‌شود. همه دنیا بدانند ایران قدرتمند است، ایران قویست، میماند، میایستد، دوست است با هر که او را دوست بدارد و دشمن است با هر که با او دشمنی کند. همینک سامانه موشکی شهید عزیزمان حاج قاسم سلیمانی را مشاهده می‌فرمایید. سامانه موشکی حاج قاسم سلیمانی، نوع موشک بالستیک با سوخت جامد، برد عملیاتی 1400 کیلومتر، نوع سر جنگی جدا شونده شدید الانفجار، پر قدرت، دارای قابلیت هدایت سر جنگی تا انتهای مسیر دقیق، تحرک پذیر بالا. فلسطین پاره تن اسلام است و انشاءالله ما فلسطین را آزاد خواهیم کرد. عبور سامانه موشکی خرم شهر را مشاهده می‌فرمایید. نوع موشک بالستیک با سوخت مایع و تک مرحله‌ای، برد عملیاتی 2000 کیلومتر. سامانه موشکی خرم شهر را همچنان مشاهده می‌فرمایید، دارای قابلیت هدایت سر جنگی تا انتهای مسیر دقیق. راه نظام جمهوری اسلامی بنبست ندارد. این کلام مولا و مقتدای حسینی ماست، امام عاشقان، الگوی عارفان، امام سید علی حسینی خامنه‌ای. بینندگان عزیز، سامانه موشکی اماد را مشاهده می‌فرمایید. نوع موشک بالستیک با سوخت مایع و تک مرحله‌ای، برد عملیاتی 1750 کیلومتر، نوع سر جنگی جدا شونده نیمه نفوذی و نفوذی، دارای قابلیت هدایت سر جنگی تا انتهای مسیر دقیق. قدرت جمهوری اسلامی به خاطر ایستادگی و بصیرت است، تمام دنیا بدانند. هموطنان گرامی، بینندگان عزیز، دنیا ببینید، این سامانه موشکی اماد است که از مقابل دیدگان شما عبور می کند. اسرائیل روز به روز ناامن‌تر خواهد شد. این را مولایمان، اماممان، امام خامنه‌ای فرموده اند. همچنان سامانه موشکی قدر اش را مشاهده می فرمایید که از مقابل جایگاه عبور می کند. نوع موشک بالستیک با سوخت مایع و تک مرحله‌ای، برد عملیاتی 1600 کیلومتر، نوع سر جنگی جدا شونده شدید الانفجار، ضد تأسیسات، دارای قابلیت پرتاب از انواع سطوح‌های ثابت و متحرک.
باید حضور فساد برانگیز آمریکا در این منطقه تمام بشود. بینندگان عزیز، سامانه موشکی سجیل را مشاهده می فرمایید. دو موشک بالستیک با سوخت جامد مرکب به صورت دو مرحله‌ای برد عملیاتی 2000 کیلومتر نوع سر جنگی جدا شونده شدید انفجار دارای قابلیت شلیک در شرایط مختلف محیطی و آب و هوایی. هموطنان گرامی، بینندگان عزیز و ارجمند، رژه دلاور مردان ارتش، شیرمردان سپاه و قهرمانان فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را با شرافت، عزت و اقتدار مشاهده فرمودید. و پایان کلام ما را به تب گلوله ها بسپاری، خاکسترمان را به خدا بسپاری. سخت است میان خاک و خون رقصیدن، این کار بزرگ را به ما بسپاری. یا حسین، یا حسین، یا حسین. ایدام به جای خود آمدن.